الرحمن الرحیم. به نام خدا، به نام مهربان ترین و قدیمی ترین دوست، به نام خدایی که هیچ وقت ما رو فراموش نمی کنه با اینکه ما گاهی رو فراموش میکنیم، به نام خدایی که همیشه با ماست با اینکه ما گاهی با اون نیستیم. سلام میگم به شما، سلام به شما و ایمانی که ازش سرشاری. خیلی خوش آمدید به برنامه سمت خدا. امروز هم یک بار دیگه توفیق نصیبمون شد تا لحظات دقایقی رو از طریق آنتن شبکه 3 سیما با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون باشیم تا پایان ما رو همراهی بکنید. امروز یک شنبه است و یک شنبه ها حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج آقای عالی عزیز مهمان برنامه ما هستند که بنده با احترام خدمتشون سلام و خوش آمد میگم. سلام علیکم ورحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم و این ایام دهه کرامت رو خدمت همه بزرگواران تبریک عرض می‌کنم. سلامت باشید. حالتون که خوبه ان شاءالله؟ الحمدلله. خدا رو شکر. اگر خاطر شریفتون باشه، ما هفته گذشته داشتیم عوامل تقویت دینداری رو مرور می‌کردیم. نکات خیلی خوبی مطرح شد. اینکه چیکار بکنیم که دینمون رو در دوره آخرالزمان که میگن دین و دینداری در معرض خطره و باید خیلی مراقب دینمون باشیم، چیکار بکنیم این دین حفظ بشه. حاج آقای عالی به نماز به عنوان یکی از عوامل تقویت دینداری اشاره کردن و به عنوان یکی از مهمترین عوامل، یعنی تا گفتیم کدوم یکی از عوامل عامل تقویت کننده دین هستن، ایشون سریع به نماز اشاره کردن. این نماز حاج آقای عالی چه ویژگی داره که شما اینقدر روش تاکید داشتید و اینقدر اصرار داشتید که میتونه دینداری ما رو تقویت کنه و اگر مراقب نمازمون باشیم و نمازمون رو به موقع و درست و صحیح ادا بکنیم میتونیم دینمون رو حفظ بکنیم؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که فرمودید، ما از مهمترین عوامل تقویت دین و باورهای دینی معرفت به خدا، معرفت به نبوت، امامت، آخرت، این معرفت ها، این باورها اگر بخواد رشد بکنه، اگر بخواد پرورش پیدا کنه و تقویت بشه، از مهمترین عواملش نمازه. چرا؟ ببینید، خود قرآن یه آیه بسیار زیبایی داره که فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اگر میخواید داره یقین بشی، یعنی همون باور محکم و ثابت و پابرجا که تو فتنه ها دچار به هر حال سستی و کاستی نشه، دچار تزلزل نشه، وعبد ربک، باید تو مسیر عبودیت عمل داشته باشی، باید بندگی داشته باشی و مهمترین نماد بندگی، مهمترین علامت بندگی که خضوع و خشوع و تسلیم و سرفرود آوردن در مقابل حضرت حق در او به وضوح پیداست، نماز هستش بدون تردید. لذا همونجور که عرض کردیم، بیشترین تأکید رو در قرآن تو بین اعمال صالح، تو بین عبادات، بر نماز خداوند متعال کرده. 114 بار در قرآن از نماز یاد شده در روایات که واقعا قوغایی است. شما اگر روایات رو ببینید در کتب معتبر روایی ما، عجیب نسبت به نماز خصوصیاتی ذکر شده که قابل تأمله. ببینید، این که امام کاظم علیه السلام فرمود افضل اعمال، بالاترین اعمال بعد از معرفت به خدا نماز هستش. این که در روایات ما هستش بالاترین عمل بعد از پذیرفتن دین نماز هست. این شوخی نیست که متعدد ما در روایات از وجود مقدس پیغمبر اکرم و ائمه معصومین داریم که اولین چیزی که در آخرت از او سوال میشه و ما مورد سوال واقع میشیم، اول ما یحاسب به العبد الصلات ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. در عالم آخرت اولین چیزی که ازش سوال میشیم و مورد بازخواست قرار میگیریم نمازه، که اگر نماز پذیرفته شد بقیه اعمال هم پذیرفته میشه و الا نه. چرا؟ ببینید، من یه توضیح کوچکی رو عرض میکنم با یک مثال. شما نگاه بکنید، اگر یک درختی که خشکیده و ریشه‌ای در زمین نداره در کناری افتاده، شما هر مقداری بهش آب بدید، کود بدید، نور آفتاب رو بهش برسونید، او رشد نمیکنه، چون اصل رو نداره، یعنی حیات نداره، خشکیده است. اما درختی که متصل به زمینه، ریشه هاش در زمین تنیده است، اون وقت شما اگر عوامل رشدش رو فراهم بکنید، آب و کود و فرض کنید نور، پرورش پیدا میکنه. شما اگر نماز رو که مثل ریشه ایست برای انسان، او رو متصل میکنه به خداوند متعال، به حقیقت هستی،
اگر نماز رو از یک انسان بگیرید، این انسان حیات دیگه نداره، حیات معنوی دیگه نداره، قلبش مرده. اون وقت اعمال صالح نفعی دیگه براش نداره. اما اگر نماز رو داشته باشه، این متصل به حقیقت هستی هستش، این ریشه داره با نماز، اون وقت اعمال براش فایده داره. لذا شما ببینید اولین سوالی که در آخرت میشه از نمازه. اگه نماز پذیرفته شد، خب این حیات داره، بقیه اعمالو میشه بهش نگاه کرد. اما اگه نماز پذیرفته نشود، این اصلا حیات نداره، بقیه اعمال نمیتونه رشدش بده. اینجا بعضی ها میگن مثلا اولا ما دلمون پاکه، بعد تمام کارهای خوب و پسندیده رو که خدا گفته انجام میدیم، ولی نمازی وقتای سخته، حالا میخونیم و نمیخونیم. پس این حدیث یعنی که این حیات جواب همین مسئله است که روح معنوی و زنده بودن قلب ما با نماز، که اگر این نبود سایر اعمال نمیتونه پرورش بده. مثل همون که عرض کردیم درخت خشکیده ای که شما آب بهش بدید، کود بهش بدید، وقتی حیات نداره فایده نداره. بنابراین شما اهمیت نماز رو واقعا از این حدیث فوق‌العاده میتونید دریافت بکنید. لذا شما نگاه اگر بکنید، بی جهت نیست باز این به عنوان تأکید عرض میکنم که در اذان و اقامه ما میگیم خیر العمل، حی علی خیر العمل. این هست از مرحوم علامه طباطبایی، این مفسر بزرگ به هر حال قرآن و فیلسوف بزرگ اسلامی. یک کسی از آشنایان ایشون خواست مشرف بشه به حرم امام رضا علیه السلام، اومد سوال کرد که آقا در بهترین مکان حرم امام چه عملی بهتره؟ فرمود بهترین عمل در بهترین مکان، بهترین عمل از صلات و خیر و موضوع، بهترین عمل او هستش. مرحوم میرزاده های تهرانی که از بزرگان مشهد بود و واقعا از اولیاء الهی بود، که حدود شاید مثلا 17 سال پیش مرحوم شدن و مقام معظم رهبری اطلاعیه بسیار بلندی برای ایشون در رحلتشون نوشته بودن، ایشون تو وصیتشون داره که اگر کسی خواست برای من هدیه‌ای بفرسته پس از مرگم، برای من نماز رو هدیه بکنه که بهترین تحفه هستش که میتونه به من برسه. من این رو عرض کردم و کرارن حتما شما و بینندگان محترم این رو شنیدید از مرحوم اطلاعی بهجت، از استادشون ایشون نقل کردن که مرحوم اطلاعی قاضی ایشون میفرمودن که اگر کسی نمازهای پنجگانش رو، همین نمازهای واجبش رو در اول وقت بخونه، به تمام مقامات معنوی میرسه و اگر نرسید من رو لعنت بکنه. اصلا گفت من تضمین میکنم. همین، ببینید تعبیر اینه. این قاطعیت کلام آقای قاضی میدونید از کجا ناشی میشه؟ از اون آیه قرآن که فرمود اقم الصلات ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز از همه آلودگی ها شما رو پاک میکنه، که عرض کردیم مرحوم سید بحرالعلوم فرمود این اثر نماز عجیبی که درجاتی از عصمت رو به دنبال داره. تازه دنباله این آیه میفرماید ول ذکر الله اکبر، تازه ذکر خدا که همین نماز باز بالاتر از ایناست، باز بیش از ایناست. یعنی مراتبی رو در پی داره که چه بسا واقعا در وهم ما نمیدونه. بسیار متشکرم. دعوت میکنم که تو پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنی. امروز میخوایم از نماز که ستون دین ماست و انقدر اهمیتش در روایات ما چشم گیره میخوایم بگیم و بشنویم. اما خیلی از پدر و مادرها حاجای عالی گلایه میکنن از عدم اهتمام فرزندانشون نسبت به نماز. بالاخره پدر مادر دوست داره که فرزندش رشد معنوی داشته باشه، ولی میگه که من هر چقدر اصرار میکنم که این بچه نماز بخونه نمیخونه، مثلا انگار نه انگار. از اون طرف برخی از فرزندان گلایه میکنن از عدم اهتمام پدر مادر نسبت به تربیت دینیشون. میگن اگر ما خیلی توجه نمی کنیم به نماز، به خاطر اینه که پدر و مادرمون خیلی جدی نگرفتن مسئله نماز رو و اون وقتی که باید اصرار میکردن، تأکید میکردن، نکردن. هفته گذشته جای عالی به یک روایتی اشاره کردن از حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که وای از فرزندان آخر الزمان از دست پدرانشون، که فکر میکنم اشاره به همین عدم توجه والدین به نماز فرزندان داشت. این مسئله برام تبیین بکنید آقای عالی، چیکار باید بکنن خانواده ها و فرزندان؟ بله، همونجوری که فرمودید واقعا بدون تردید یکی از عوامل سستی و کاهلی در نماز سبک شمردن نماز یا خدای نکرده ترک نماز. حقیقتا باید با تأسف گفت که عدم توجه خود خانواده ها، والدین به خصوص، تو این امر خطیر و بسیار مهم. ما هممون میدونیم که به هر حال پایه هر تربیتی
از خانواده هستش و اولین الگوهای تربیتی و مربیای تربیتی فرزندان پدر و مادر هست. اونا چشم وقتی باز میکنن اینها رو نگاه میکنن و لذا به هر حال الگوهای خودشون رو اینها قرار میدن و سعی میکنن همانند سازی بکنن با پدر و مادر خودشون. و اگر کسی تو خانه اون تربیت لازم رو نگیره، انصافا در معرض خطر بسیار جدی است نسبت به تمام ارزش‌های انسانی. ببینید این شوخی نیست که تو پروتکل‌های صهیون، این دیگه به هر حال اسنادی است که در اختیار هست، این هستش که شما بچه‌ها رو از خانه‌ها به خیابان‌ها بکشید، ما خودمون اونها رو تربیت می‌کنیم. چون بچه‌ای که تو خانه تربیت نشه بارکش غول بیابان شود، نوعاً در معرض خطرهای بسیار جدی از جهت تربیتی است. تو بحث نماز هم همینجور هستش، این یه واقعیتی هستش و تو بعضی از تحقیقات میدانی که سوال شده از بسیاری به خصوص جوانها، اینها گفتن خب ما خودمون تو خونه چیزی ندیدیم، خودمون تو خونه ندیدیم، نماز رو ندیدیم، یا احیاناً اگر نماز رو دیدیم آثار نماز رو ندیدیم. یعنی گاهی موقع ها ممکنه فرد یه نمازی بخونه، بعضی از خانواده ها نمازی بخونن اما به هر حال اخلاق خوشی ندارن، اما خدای نکرده از اون طرف زمینه های رشد بچه هاشون رو فراهم نمی کنن، بی توجه به حقوق اونها هستن. خب ببینید تو خونه ای که شخص اصلا نماز نمیخونه، پدر و مادر، این الگوهای اولیه، نماز نمیخونن، خب یا خدای نکرده زمینه های معصیت رو برای بچه فراهم میکنن، طوری که فرزند شاید از سنین کودکی یا نوجوانی خودش رو با صحنه های محرک، با صحنه های فسادآلود تو بعضی از به هر حال وسایل تصویری خودش رو مواجه دیده. یا عرض کردم خدمت شما به هر حال اون آثار نماز رو نمیبینن، میبینن پدر و مادرشون به دنیای اونها خیلی اهمیت میدن، احیانا اگر فرض کنید یه وسیله میخوان فوری براشون فراهم بکنن، پول حاضرن بدن، اگر یه بیماری جسمی میبینن فوری اقدام میکنن، اما تو مسائل معنوی و دینیشون واقعا اهمیتی نمیدن. این همون حدیث پیغمبر اکرمه که فرمود ویلون لولاد آخر زمان من آبائهم، وای بر فرزندانی که در آخر زمان به دنیا میان از دست پدر و مادرشون، از دست والدینشون. بله بله، از خوابی که دور پیغمبر نشسته بودن فرمودن که من آبائهم المشرکین، یعنی از دست پدر و مادرشون که مشرکن شما دارید تأسف میخورید. فرمود نه، من آبائهم المؤمنین، پدر و مادرهایی که مسلمان هم هستن، اینها به امر دنیای بچه هاشون اهمیت میدن اما به امر آخرتشون اهمیت نمیدن. در آیه 6 سوره تحریم آیه معروفی هست ولی ذیلش روایت فوق‌العاده است. آیه این هست که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، مؤمنین هم خودتون هم خانوادتون رو از آتش جهنم حفظ بکنید. چطور وقتی که فرض کنید با بچه کوچکتون از یه پرتگاه خطرناکی دارید عبور میکنید که خیلی باریک هستش، سعی میکنید اون بچه رو به خودتون بچسبونید که پرت نشه، مواظبی، باید مواظب باشید که تو جهنم تو اون پرتگاه نلغزه. جابر بن عبدالله انصاری وقتی این آیه نازل شد اومد خدمت پیغمبر اکرم، این صحابیه گرانقدر پیغمبر، خدمت پیغمبر رسید که یا رسول الله ما این که خودمون رو حفظ کنیم از آتش جهنم میدونیم، این که آدم واجباتش رو انجام بده، پرهیز از معصیت و محرمات داشته باشه، اما این که خانوادمون، بچه هامون رو حفظ بکنیم از آتش جهنم یعنی چی؟ پیغمبر فرمود یعنی 4 کار، کلام پیغمبر فرمود یعنی 4 کار رو انجام بدید. 1 افعلوا الخير، خودتون اهل خیر باشید، خودتون تو اعمال خیر جدی باشید، یعنی فقط شعار ندید. ببینید طبیعی هست من که خودم نمازم رو آخر وقت میخونم اهمیتی نمیدم به نماز، یا یه نمازی میخونم هول و دست پاچه به سرعت میخونم، نه مقدمه‌ای داره نه مؤخره و تعقیباتی داره، یعنی یه جوری فقط دارم هول و به هر حال با عجله و شتاب یه چیزی که معلوم نیست چی کار دارم میکنم انجام میدم، وقت چه توقعی دارم که بچه‌م نمازش رو اول وقت بخونه، سالم بخونه، با توجه بخونه. مادری که به حجاب و عفاف خودش اونچنان که باید اهمیت نمیده،
گاهی موقع ها با لباس و پوشش نامناسب بیرون میاد، برای خرید فرض کنید یه سبزی یه چیزی که هست همینجوری میدوه بیرون. خب چه توقعی داره دختری که او رو الگوی خودش قرار داده او با پوشش مناسب بیاد بیرون؟ همون که فرمود جو کونو دعا تناس به غیر از این اولین نکته که پیغمبر فرمود افعل الخیر، خودتون انجام بده، خودتون جدی باشید. دومین نکته ای که پیغمبر فرمود این هستش که فرمود که امروهم بالمعروف و انهاهم عن المنکر، یعنی دومین و سومین در واقع امر معروف و نهی از خوبی ها رو بهشون بگید و بدی ها رو اونها رو منع بکنید ازشون. ببینید نمیشه بچه رو تو این دنیای پرتلاطم بین امواج رها کرد، چی کار داره میکنه توجه بهش نداشته باشید، اینکه داره با کی میگرده توجه نداشته باشید، اینکه کی میاد کی میره بهش توجه نداشته باشیم. البته معنای این که امر معروف و نهی از منکر بکنیم معناش شدت و خشونت نیست، نه، به همون روش مناسب خودش. یا آقای جوونی بود، ایشون میگفتش که من دیر شب با خونه مخواستم برم، یه جلسه یه جایی بودم با دوستان بودم، دیدم که اگر برم خیلی دیر وقت میشه و اجواز شاید مزاحم باشم، اصلا نرفتم. به یه واسطه ای گفتم که یه زنگی بزنه به خونه ما، خودم دسترسی نداشتم، مشکل داشتم، اون واسطه هم پیغام رو نرسوند. فردای اون روز من رفتم، پدرم وقتی من رو دید به من گفتش که فلانی این رسم رفاقت نبود، ما دیشب خیلی ناراحت بودیم، خیلی اذیت شدیم، تو نیومدی. این پسر میگه من وقتی که فهمیدم اون واسطه پیغام رو نرسونده و پدرم اینجوری اومده به من گفته، دیگه تکرار نکردم. یعنی ببینید چقدر قشنگ و طرز برخورد، رسم رفاقت نبود. یا آقازاده ای میگفتش که من متاسفانه مبتلا شده بودم به عادت سیگاری شده بودم، ولی تا پدرم پنهان نگه میداشتم. یه شبی بود زیر دوشکم این سیگار رو پنهان کرده بودم، پدرم خمیازه ای کشید، پاش رو دراز کرد، خورد به دوشک و اون سیگار پیدا شد. دیدم یه نگاهی کرد، رفت رو به قبله نشست، گفت خدایا اگر این سیگار اول انحراف بچه من هست، من بچه‌مو نمیخوام، من رو از دنیا ببر. عجب. میگه این دعای پدرم که از صمیم قلب و با سوز بود و عشق همراه بود، به قدری تو من تأثیر گذاشت، تمام شد دیگه، کنار گذاشت. ببینید این امر معروف و نهی از منکر خیلی قشنگه که به این شکل از راهش وارد بشه، از راهش وارد شد، روان شد. این دوم و سوم و چهارم پیغمبر فرمود و ذکروهم بالله، فضای ذکر براشون تو خونه درست کنید. فضای ذکر معناش این نیستش که بشینید هزار مرتبه ذکر بگید. ذکروهم بالله، ببینید شما میتونید فرض کنید اون موقعی که میخواید برید مسجدی، میخواید برید هیئتی، بچه به خصوص اون موقعی که سنین پایین هست ببرید، همین کاری که نوعا خانواده های متدین این کار رو انجام میدن، میتونید اون موقعی که مناسبت ها هستش، محرم هست، ایام عزا هست، میتونید سیاه پوش بکنید، میتونید یه حداقل پرچمی بزنید، بچه یاد بکنه شعائر دینی و حفظ شعائر دینی رو. میتونید موقعی که کنار سفره نشستید بلند بسم الله الرحمن الرحیم بگید و آخرش حمد خدا. میتونید نعمتهای خدا رو به یاد او بیندازید. ببینید اینا همه مصادیق ذکرهم بالله هست. اگر این کارهایی که پیغمبر فرمود انجام دادیم، اون وقت نصیحت کردن، یعنی عملا آدم این کارها رو بکنه، اون وقت بعد نصیحت کردن و توصیه های حتی گاهی موقع ها مستقیم هم میتونه مناسب. خب ما با این کارامون در واقع اتمام حجت کردیم دیگه. بله. ولی حالا اگر پدر مادرهایی اونقدر جدی نگرفتن این موارد رو، حالا باید بیخیال بشن بگه خب ما این کارا رو نکردیم دیگه، پس فایده ای نداره دیگه، بذار هر جور بچه بار اومد بار اومد. ببینید شکی نیست، اولا اینها معناش این نیست که تکلیف از رو دوش خود اون جوان برداشته شده است. اولا خود او یه تکلیفی داره، خدا به او حجت درون داده، عقل داده و از بیرون هم قرآن و انبیا و اولیاء الهی هدایت هایی کردن. منتها با این وجود ببینید پدر و مادری که توجه ندارن به این امور، کار تربیت بچه رو سخت میکنن. گاهی موقع ها اون زمان تأثیر پذیری بچه و الگوگیری رو، اون فرصت رو از دست میدن، زمانی که بچه رشد کرد و الگوهای دیگری در زندگی، حالا شخصیتش شکل گرفت، شکل گرفت،
و الگوهای دیگر. ببینید ما الان در زمانی هستیم که جامعه ها جوامع بازن، جوامع بسته نیستن که فقط و فقط محدود بشه به پدر و مادر یا احیانا عالم دینیشون. از بسیاری از جاها داره اطلاعات میگیره، از بسیاری از جاها داره الگو پذیری خواهد داشت. بنابراین ببینید ما اون فرصت رو اگر از دست بدیم کار تربیت برامون سخت، نه این که غیر ممکن میشه. لذا این فرصت های نوجوانی، کودکی، نوجوانی و اوائل جوانی رو از دست ندیم. بله، بسیار متشکرم. شهادت امام صادق علیه السلام پشت سر گذاشتیم. شاید خیلی ها تو رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، پای منبرها، تو مساجد به این حدیث برخورد کردن که حضرت فرمود شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشموره نمیرسه. یه وقت این سبک شمردن نماز برمیگرد به این که ما خیلی آثار و برکات نماز رو جدی نمیگیریم، اون فوایدش رو جدی نمیگیریم. خود از فواید و آثار و برکات نماز برامون میگید؟ بله بله. من آیشه اجازه میخوام، یه روایت بسیار زیبایی هست که هم به یک معنا آثار و برکات نماز رو میتونیم از این بفهمیم، هم آثار و خطرات بی‌نمازی یا سبک شمردن نماز رو، به خصوص سبک شمردن نماز رو، یعنی به نقطه مقابل به هر حال آثار و برکات، اون خطراتی است که از سبک شمردن نماز مواجه انسان میشه. اینها رو در یه روایت زیبایی که حضرت زهرا سلام الله علیها از پدر بزرگوارشون نقل کردن و در وسائل شیعه در جلد 3 و همچنین در بهار الانوار جلد 83 مرحوم مجلسی نقل کرده، این روایت رو من میخونم. به هر حال روایت بسیار زیبایی هست. حالا اون مقداری که فرصت داریم، از زهرا سلام الله علیها از پدر بزرگوارشون سوال کردن که پدر جان، سزای آن مرد یا زنی که نماز خود را سبک شمرده از چیست؟ بارها عرض کردیم سبک شمردن به معنای این هستش که خدای نکرده گاهی موقع ها بخونی یا نماز نخونی. یا بخونی یا نخونی، یا اینکه حتی بی جهت و بدون عذر ترک کنی، آخر وقت انداختن ترک کردن که تارک نمازه، اون سبک شمارنده نیست. سبک شمردن اینه که بی جهت عقب بندازه او رو، بدون عذر، بی اعتنا باشه بهش. توجه بفرمایید، این مقصود هستش. سبک شمردن نماز چیست؟ پیغمبر فرمودن هر مرد و زنی که تهاون به صلات، سبک بشماره نماز خودش رو، بی اعتنا بهش باشه، ابتلاه الله به 15 خصلت، خدا متعال او رو به 15 خصلت مبتلا میکنه که 6 از اون خصلت ها در دنیا هست، از اون کیفرها 3 از اونها هنگام مرگ، 3 در برزخ و در قبر، عالم قبر، و 3 در قیامت. اما اون 6 خصلتی که در دنیا به اونها مبتلا میشه انسانی که سبک شمرده نماز رو، 1 یرفع الله البرکت من عمره، برکت از عمرش میره، عمری در دنیا خواهد بود ولی این عمر خاصیتی نداشته، اثر مثبتی نداشته، بودنش گویی با نبودنش خیلی تفاوت نداشته. 2 یرفع الله البرکت من رزقه، برکت از رزقش میره که ما در جلسات گذشته داشتیم. 3 یمحو الله سیما از صالحین من وجهه، خداوند متعال سیمای صالحین رو، اون شکلی که افراد صالح دارن، یه نورانیت خاصی که در اونها هست، از صورت او محو خواهد شد. 4 هر عملی که انجام میده اجر و پاداش چندانی نمیبره. این همونیست که اول جلسه عرض کردیم، چون وقتی نماز نباشه، روح به آدم نده و انسان مرده‌ای باشه، اعمال دیگه خیلی بالا نمیبره او رو و اجر چندان گیرش نمیاد. 5 ولا یرفع دعاؤه الی السما، دعایش با آسمان بالا نمیره. خب طبیعیه، کسی که مراعات خدا رو نکرده، صداش خیلی پیش ملکوتیا عزت نداره، ارزش خیلی نداره. یکی از همون گناهانی که تو دعای کومل میگی، بله بله بله، تحبس الدعا. 6 لیس له حظ فی دعاء الصالحین، وقتی که صالحین که تو این عالم هستن دعا میکنن، این حظ و بهره از اون دعا نداره، دعا شامل این نمیشه. اما اون 3 خصلت هنگام مرگ، یکی این که با ذلت از دنیا خواهد رفت، مرگ با خاری، 3 اینه که دچار گرسنگی و تشنگی میشه. یعنی ای چه بسا این گرسنگی و تشنگی
به گونه یک اذیتی است، یه نوع باز دنباله همون نوع خاری هست، در حالی که نقطه مقابلش ما روایت داریم از وجود مقدس پیغمبر اکرم که فرمود اگر کسی بر نمازهاش مواظبت داشته باشه من تضمین میکنم راحت از دنیا رفتن رو. الروح تعبیر اینه، زمین تو لها روح اند موته، راحتی هنگام مرگ رو من براش تضمین میکنم اگه مواظبت بر نمازهاش داشته باشه. شش موردی هم که در دنیا گفتید نقطه مقابلش میشه فواید و آثار جدی از نماز، برکات نمازی که برکت پیدا میکنه رزقش عمرش تا آخر. بله. و اما سه خصلت در عالم قبر، در آخرت، در برزخ، این هستش که خداوند متعال ملکی رو بر او میگماره که در قبر دچار اذیت هستش، در عالم قبر دچار اذیت هست، این به گونه ای لگد پراکنی به احکام خدا داشته و سست میپنداشته احکام رو، به گونه ای نتیجه این لگد پراکنی رو اونجا تو عالم قبر که عکس العمل دنیا و باستا و اعمال دنیا خواهد دید. دوم یزیق علیه قبره، عالم قبرش و زندگی برزخیش تنگ میشه بر او. ببینید این باز باستاب دنیاست، تو دنیا کسی که ذکر خدا رو خیلی نداشته، مأنوس نبوده، من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، زندگی تنگی تو دنیا داره، وجودش کوچیکه، وجود کوچیک، جای کوچیکی بهش میدن اونجا تو عالم آخره، روح کوچیک داره، سعی صدر و سعی روح پیدا نکرده، جای تنگی هم پیدا میکنه. و سومین چیز اینی که ظلمت در قبرش خواهد بود، چون نور رو باید از نماز میگرفته و این از نماز استفاده نکرده. و اون سه چیزی که در قیامت هست، یکی این که خداوند او رو با خاری در مقابل مردم بر صحنه قیامت وارد میکنه، با خاری وارد صحنه قیامت میشه. دوم یه حساب و حساب شدید و حساب سخت ازش میکنن. ببینید نقطه مقابلش مال اون کسی که مواظبت داشته باشه بر نمازش، حسابش راحت، حسابش راحت. و سوم که خیلی عقوبت سنگینی است، لا ينظر الله الیه، خدا بهش نگاه نمیکنه. بالاترین عقوبت در قیامت اینه که خدا با یه عده قهر میکنه، میگه من نه نگاهتون میکنم نه باهاتون حرف میزنم. این از عذاب آتیش و مار و مور و امثال اینا بسیار بالاتر است. خدا نصیب هیچ کی نکنه، ان شاء الله خداوند توفیق بده به هممون که اون گونه که باید و شاید نماز رو به پا داریم. و یه چیز دیگه هم هست تا جای آقا، البته تو همین مواردی که فرمودید اشاره کوتاهی داشتیم، و اون همین که آرامش اون روزا گم شده خیلی هاست. فرمود اقم الصلات لذکری، بعد وقت فرمود عرض کنم بوزو علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این هم یکی دیگه از آثار و برکات نمازه که انشالله زندگیتون سرشار از آرامش باشه. خب ما میرسیم به بشر از کتاب عشق و عاطفه چه فهمیده جز نقطه تحت باگ بسم اللهی، ما را همچنان محجور این کتاب مپسند. ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه میکنیم به حضرت معصومه سلام الله علیها. دیگه دوستان هم میدونن ما بعد از تلاوت قرآن از کارشناسان خوب میخواییم که یک نکته ای از این صفحه ما رو مهمان بکنن. ما میشنویم حاج آقا. بله جناب شریعتی، من یه نکته ای هست در اولین آیهی که از همین صفحه تلاوت شد، ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. یه نکته بسیار قابل توجه و واقعا قابل تأملی داره. ببینید در شأن نزول این آیه اینجوری گفته شده، از امام صادق علیه السلام هستش که یهودیا رو حساب این که از کتب قبل خونده بودن که پیغمبری در منطقه حجاز خواهد آمد و کتابی خواهد آورد که تصدیق میکنه کتب قبلی رو، تورات و انجیل و کتب قبلی رو، آمدن تو منطقه حجاز و مناطقی رو گرفتن و سکونت کردن در منطقه خیبر، در فدک، هر جاهای مختلفی اطراف مدینه و مکه آمدن. وقتی که پیغمبر اکرم آمد، خب اونا چون گمانشون این بود که اون پیغمبری که میاد از بنی اسرائیل و نژاد بنی اسرائیل رو به آقای میرسونه، یعنی یه دید نژادی داشتن، خودخواهانه پیغمبر رو میدیدن، منتظر بودن، منتظر، زمان انتظار بود برای ولی الله، اما ولی اللهی که با تخیلاتشون درست کرده بودن. وقتی که پیغمبر اکرم آمدن، مبعوث شدن،
و دعوتشون یه دعوت فراگیری بود، دعوت نژادی نبود، برای همه بشریت و همه انسان‌ها بود. تعبیر رو ببینید که فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. وقتی اون پیغمبری که خوبم میشناختنش، میدونستن کیه، کفر بهش ورزیدن. فلعنت الله علی الکافرین، که خداوند تعالی لعنت میکنه بر اینجور افراد، چون دیدن اون کسی که باید بیاد و خودشون میخواستن و از پیش برای خودشون فرض کرده بودن اون نیست. ببینید این نکته بسیار بزرگه. یعنی اگر کسی از انتظار تخیلات خودش رو فقط به عنوان انتظار قرار بده، خودخواهی های خودش رو، منتظر فرج که هست، در واقع منتظر گشایش کار خودشه که خودش به نوایی برسه، این اون وقت ای چه بسا وقتی ولی خدا بیاد، این انتظار تخیلی که در واقع منتظر فرج خودش بوده، این رو ثابت قدم در زمان ولی خدا قرار نده و ای چه بسا در مقابل او بیسته. این که شما میبینید بعضی از مسلمان ها در مقابل ولی اصل علیه السلام در زمان ظهور میستن، همین پدید است که خودخواهانه منتظر ولی خدا بودن، نه خداخواهانه. لذا ما وقتی که در صلوات تعجیل فرج امام زمان رو میخواییم که میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، نه عجل فرجی، فرج خودم رو نمیخوام، فرج اونها رو، که در واقع فرج دین خداست، گشایش در کار دین خداست. البته با فرج اونها گشایش در کار منم درست میشه، ولی مهم اینه که خودخواهانه من قضیه رو، اون نگاه خیلی اون مهم. نگاه مهمه خیلی. که باعث میشه انتظار، انتظار تخیلی و موهوم نباشه، یک انتظار واقعی باشه. بسیار متشکرم، خیلی نکته لطیفی بود، در این حال بسیار دقیق و زیبا. عرض کنم که از نماز گفتیم، از شیرینی های نماز گفتیم، از عقوبت های اون گفتیم. حالا خیلی ها بعد از یک سفر زیارتی خیلی خوب، مثلا سفر حج یا بعد از سفر مشهد مقدس و شهر مقدس قم، سفر عتبات، شبای قدر بعد رمضان، بعد عرفه، یا حال خوشی پیدا میکنن، بعد اون وقت اونجا عهد میبندن که دیگه از این به بعد نسبت به نمازشون اهتمام ویژه داشته باشن. بعدم که شروع میکنن نماز خوندن، حالا وقتایی مثلا نماز تو مسجد النبی، نماز تو مسجد الحرام، نماز تو شبای قدر، اگر خاطرتون باشه، یک نماز بسیار با معرفت، یک نماز بسیار با حال و با سوز، منتها این همینجوری هر روز کمرنگتر میشه و اون حس و حال معنوی که باید داشته باشه نداره. چی کار بکنیم این حال نماز تداوم داشته باشه و استمرار داشته باشه و این حلاوت ذکر خدا همچنان در ذائقه ما شیرین باشه؟ واقعش اون بلیه تا حد عمومی همین هست که به هر حال چه بسا اون لذتی که باید از نماز برده بشه فراگیره دیگه آقا، نه فقط مخصوص مثلا من که نیست. بله بله، بسیار فراگیرم هست که کسی خدمت مرحومت الله بهجت با اون نماز، با اون حضور قلبش، وقتی از او سوال کرده بود که آقا چه بکنیم در نمازمون حال داشته باشیم، حضور قلب داشته باشیم، ایشون فرمود امتو که مثلک. به هر حال این واقعیتی هستش که تا حدی فراگیره. البته اون بزرگوار که نمازهاشون خاص و زبان زد. ببینید واقع مطلب این هستش که ما قبلا تو ایام ماه مبارک رمضان تو جلساتی که ظاهرا قبل از شب قدر بود عرض کردیم که درک شب قدر مزد تلاش و مراقبت هایی است که تو گذشته تو طول سال یا حداقل تو از اول ماه مبارک به این طرف شخص انجام داده. نماز با حال خوندن مزده، مزد مراقبتی که قبل از نماز دادن انجام داده. زیارت با معرفت رفتن مزد هستش. ببینید بعضی از این جور امور، نماز شب خوندن مزده، بعضی از این امور مزده که در واقع قبلش آدم باید کارش رو انجام بده. من وقتی قبل از نماز هر کاری دلم بخواد بکنم کردم، اونس داره دلم با دلبرهای متعدد، دلمو چیزایی دیگه پر کرده، طبیعتاً وقتی تو نماز وارد میشم نمیتونم اونس بگیرم با نماز و صاحب نماز، نمیتونم اینجا لذت رو ببرم. هر چقدرم زور بزنم، هر چقدرم بخوام دلم رو و حواسم رو اینجا نگه دارم، یه مرتبه وسط های سوره هم میبینید مرغ قفس پرید، رفت دنبال اون دلبرش. بالعکس اگر کسی از قبل از نماز مراقبت های خودش رو داشته باشه، واقعا سعی خودش رو بکنه تو مسیر بندگی و رضایت خدا قدم بگذاره، سعی بکنه
انسش رو با خدا حفظ بکنه. اون وقت شما میبینید تو نماز بدون اینکه خیلی هم زور بخواد بزنه، زوراشو قبل از نماز زده، بدون اینکه خیلی احتیاج زیرسازی داره که اون اعمال طول روزمونه. من حالا شاید نمیدونم تو این جلسه چقدر فرصت بکنم. نه وقتمون تموم. بله ببینید، بله بفرمایید. فرازی از امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه است که من به خاطر اینکه به هر حال حق این فراز ادا بشه الان واردش نمیشم، اما امام سجاد در این فراز به قدری زیبا گره زده رابطه قبل از نماز رو با نماز، که اگر قبل از نماز خوبی داشتم نماز خوبی دارم، اگر قبل از نمازم رو خراب کردم نوعاً نماز رو هم خراب بکنم. حالا حساب تفضلات الهی چیز دیگری است، ولی رو حساب به هر حال فرمول معمولی و متداولش به این شکل هستش. من تمام تأکیدم این هستش که اگر بخوایم نماز خوبی داشته باشیم قبل از نماز حواسمون باشه. البته من چیزی رو در جلسه قبل عرض کردم، همون آداب ظاهری نماز رو هم حفظ کردن خیلی کمک میده در اینکه آدم لذت ببره. یکی از همون چیزها اول وقت بودن. امام رضا علیه السلام داشتن تو مناظره‌ای که تو مجلس مأمون داشتن، عمران صابی که به هر حال صابئی مذهب بود، موقع اذان که شد با امام رضا داشت بحث میکرد. حضرت شروع کرد بلند شدن برای نماز آماده شدن. او گفت آقا ممکنه من مسلمان بشم؟ حضرت فرمود اذان گفتن موقع نمازه. رفت نماز شخون، برگشت دنباله بس مسلمان هم شد اتفاقا. ببینید این اهمیت دادن به نماز باعث میشه که خدا به ما اهمیت بده. من وقتی نماز رو ضایع کردم توقع به هر حال خیلی برکات و آثار زیادی ازش و لذت زیادی ازش نداشت. بسیار متشکرم. ما منتظر اون فراز صحیفه میمونیم تا هفته آینده که انشالله تلیعه بحث هفته آینده بشه. خیلی ممنونم حاج علی.